سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب امید میکنم براتون نحوه قلابیسکاری رتبه هر شده دست سیلند موتورسیکلت هوندا رو انجام بدید. همونطور که مشاهده میکنید تو این چهار تا پیچ سیلند حساس ترینشون همین رتبه ای هست که مشاهده میکنید هر شده. چرا؟ چون از این قسمت روغن به بالای موتورسیکلت کشیده میشه و بهترین روش برای تعمیر این رتبه خراب استفاده از قلابیز هلیکویل هست. خب دوستان، این چهار تا پیچ در بیشتر مواقع بر اثر سفت شدن بیش از حد یا بریده میشن یا رتبه شون هرز میشه و خب برای تعمیر این رتبه هرز شده بایستی به تراشکاری مراجعه کنیم. البته بعضیا با گذاشتن یک لایه ورق فلزی این رتبه هرز شده رو به طور موقت تعمیر میکنن، اما این روش زیاد قابل اطمینان نیست. مثلا در همین قسمت چون روغن به بالا کشیده میشه، گذاشتن یک لایه ورق فلزی باعث بسته شدن سوراخ روغن میشه. خب بهترین روش برای تعمیر این قسمت استفاده از قلابیز هلیکویل هست. همین قلابیزی که تو تصویر مشاهده میکنید ما بهش میگیم قلابیز رزبه معمولی 8x1.25. معمولا به صورت تکی هستن و با خرید این قلابیز شما میتونید هر نوع رزبه خراب شده سایز 8 موتورسیکلتتون رو با این قلابیز تعمیر کنید. خب برای تعمیر رزبه خراب لازمه که سوراخ هرز شده رو مته بزنید و برای اینکه درل بتونه اون زیر جا بشه و سوراخ رو مته بزنه بایستی باک موتور رو جدا کنید. برای رزبه هرز باید از مته سایز 8 استفاده کنیم. مهمترین نکته قبل از انجام هر کاری بستن سوراخ روغن و همچنین بقیه قسمت ها با دستمال هست، برای اینکه هیچ گونه آشغال و پلیسه‌ای وارد موتور نشه. ورود هر گونه پلیسه و آشغالی داخل موتور اگه به هیچ قسمتی هم آسیب نزنه حتما تایم موتور رو خراب میکنه و باعث ایجاد صدای زیاد و خرابی اون میشه. بعد زدن مته ابتدا بایستی پلیسه های ناشی از اون رو قشنگ تمیز کنیم و بعد نوبت ایجاد رزبه جدید با قلابیز هلیکویل هست. خب قلابیزمون رو داخل رزبه خراب میچرخونیم و کمی فشار میدیم تا رزبه جدید رو ایجاد کنیم و البته قبل انجام این کار کمی روغن به خود قلابیز بزنیم بهتر هست. بایستی قلابیز رو تا انتها در رزبه هرز شده بچرخونیم و هر جا گیر کرد کافیه که اون رو به سمت چپ بچرخونیم و مجددا این کار رو تکرار کنیم. بعد زدن قلابیز تا انتها و باز کردن اون بایستی تمامی پلیسه های داخل رزبه رو تمیز کنیم و بعد نوبت جا زدن بوش فنری هست. نوبت جا زدن بوش فنری هست که تو تصویر مشاهده می کنید. این بوش های فنری در سایز های کوتاه و بلند هستن
که برای این قسمت ما از مدل بلندترش استفاده میکنیم، به این خاطر که فشار خیلی زیادی روی این پیچ ها هستن و باعثی مقدار رزبه گوش فنری بیشتر باشه تا بتونه فشار رو تحمل کنه. همونطور که میبینید این گوش های فنری هم داخلشون هم بیرونشون رزبه داره. رزبه داخلی این گوش فنری همون رزبه سایز 8 است که پیچ میلسیلن داخلش بسته میشه و رزبه بیرونیش همون رزبه هست که قلاویز هلیکویل داخل سوراخ هرز برامون ایجاد کرد. نوبت بستن بوش فنری داخل رزبه هست. برای این کار احتیاج به یک آچار به خصوص داریم که تو تصویر مشاهده میکنید. ساختش خیلی راحته، کافیه که سر یک پیشگوشتی رو با فرز یک برش بزنیم، یک برش خیلی کوچیک، و همونطور که میبینید روی این بوش فنری یک قسمت دستمانند هست و اون قسمت برش آچار داخل این قسمت دستمانند بوش فنری قرار میگیره و میتونید با این آچار اون رو داخل رزبه بچرخونید و زمانی که بوش فنری داخل رزبه به انتها رسید و صفر شد باعث اون قسمت دستمانند جدا بشه. برای این کار کافیه که با همون آچار این قسمت رو به سمت چپ بچرخونید تا اون قسمت دستمانند جدا بشه. اون قسمت دسته بوش فنری رو جدا کردیم. برای در آوردنش هم کافیه که یک آهنربا با خودمون آچار وصل کنیم تا در بیاد. خودتون میتونید مشاهده کنید که پیچ سیلند ما به راحتی داخل رزبه بوش فنری بسته و محکم میشه. دوستان عزیز، شما میتونید با خرید قلاویز هلیکویل 8 رزبه معمولی تمامی قلاویزهای مربوط به موتورسیکلت رو، هم از پای رکاب موتورسیکلت، گلو اکسوز، پیچ های سرسیلند که همون اسپک ها هستن و همچنین پیچ های میل سیلند که این چارتایی که مشاهده میکنید یکیش رو انجام بدید رو خودتون انجام بدید و دیگه به تراشکاری مراجعه نکنید و در وقت هزینه‌تون صرفه‌جویی کنید و هزینه این کار رو خودتون دریافت کنید. خب به پایان ویدیو رسیدیم. اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.